حالا شما یه دونه فیل رو در حال پرواز دیدین که بخواییم بیاییم برای اون فیل یه سری بال تعریف کنیم که امکان پریدن رو داشته باشه؟ امروز ما میخواییم بیاییم با استفاده کردن از تکنیک های کامپوزیت و روش هایی که من بهتون یاد میدم برای یه دونه فیل بیاییم به جای گوشاش جاش بیاییم یه سری بال بذاریم، حتی برای اینکه زیباتر به نظر بیاد شاید بیاییم از بالای پروانه استفاده کنیم. برای شروع کار ما نیاز داریم که بیاییم یک سری جستجوها انجام بدیم. مثلا من نیاز به یه دونه تصویر پروانه دارم، پس کاری که من میام انجام میدم به سادگی کلمه باترفلای رو سرچ میکنم و با رفتن به زیر مجموعه ستینگ و ادوانس سرچ تعریف میکنم که کیفیت تصاویری که من نشون میده بالاتر از 2 مگاپیکسل باشه. زمانی که من روی ادوانس سرچ اینجا بیام کلیک کنم میاد تصاویر پروانه هایی رو به من نشون میده که کیفیت تصویرشون بالاتر از 2 مگاپیکسله. همینجور من میام اسکرول میکنم پایین تا بتونم گزینه های خیلی خوبی از پروانه های مختلف رو پیدا کنم تا بتونم برای گوش های فیلمون بیایم استفاده کنیم. میخواییم بیایم این بالای پروانه رو به عنوان گوش برای فیل در نظر بگیریم. توی ادامه کار بذار ببینم که این به نظرم گزینه خوبیه، این یکی هم گزینه خوبیه. هر دوتای اینا رو من میام باز میکنم. آها، تصویرش این گوشه است. بیام روی تصویر کلیک کنم تا برای من باز بشه. تصویر خوبیه و این یکی هم انتخاب کنیم که این یکی هم میتونه تصویر خوبی برای ما باشه. هر دوتای اینا گزینه های خوبی هستن. ما نیاز داریم که بیایم الفنت رو سرچ کنیم، پس من میام اینجا کلمه الفنت رو اینجا سرچ میکنم یا همون فیلم. خب الان که من کلمه الفنت رو سرچ کردم تصاویر مربوط به فیل رو اینجا برای من میاره و مجددن از اونجایی که قبلش اومدم با رفتن به زیر مجموعه ستینگ و ادوانس سرچ تعریف کردم که تصاویر من بالای 2 مگاپیکسل باشه، مجددن تصاویری که من داده کیفیتشون بالاتر از 2 مگاپیکسل هست. شاید تک تک این تصاویر برای ما مناسب باشن، اما من عدد حساب بخوام همینجور اسکرول کنم پایین و تصاویر مختلف رو ببینم تا یک تصویر خیلی خوب رو بیایم انتخاب کنیم. شاید من بیام از همین تصویری که اینجا گذاشتیم استفاده کنم، اصلا بیام همین تصویر رو خودم ما بقیه تصویراشو بهش الحاق کنم. خب اومدم توی این صفحه و بذار ببینم که اگر این تصویر تیکه تیکه نشده باشه میتونم از این تصویر استفادهش کنم. فقط شرطش اینه که من بیام این تصویر بک‌گراندش رو پیدا کنم که بله به راحتی پیداش کردیم و بعد از پیدا کردنش هم میتونم بیام از این تصویرمون اینجا استفاده کنم. با این تصویر میام شروع میکنم. اگر که احساس کردم تصویر مناسبی برای من نیسته که خب تصویرمو میام عوض میکنم. خب من میام اینجا تصویری که اینجا دارم و با استفاده کردن از کاپی ایمیج به سادگی کاپیش کنم. یک قالب جدید رو من باز میکنم. چون که من روی گزینه نیو داکیومنت با کنترل ال اومدم کلیک کردم، خودش میاد ابعاد و اندازه رو دقیقاً بر اساس همون تصویری میده که من اومدم کاپی کردم. پس با زدن کنترل بی میاد تصویر رو برای من اینجا قرار میده. من دلم میخواد که قسمت بالای سر این تصویر من یه مقدار فضای بازتری باشه، پس با زدن کلید کنترل Alt C فرمان کانواس رو میام باز میکنم و با قرار دادنش روی پرسنت اینجا من میام تعریف میکنم که به اندازه این مثلا 50% ارتفاع رو بیاد برای من بیشتر کنه یا صبر کن یه مقدار بیشترش میکنم. میام میگم بیاد 80% ارتفاع این عکس رو بیاد برای من اضافه کنه. فکر میکنم که الان مناسب تر شد. ببینید بچه ها، الان که ما داریم این ویدیو رو در واقع ضبط میکنیم با فرض این داریم این ویدیو رو کار میکنیم که تو نرم افزار فتوشاپ رو بلد هستی، پس دیگه نیازی نیست که من بیام به تو فرمان کانواس و غیره رو بخوام یاد بدم. اگر از دوره‌های آموزشی که داخل وبسایت گذاشته شده استفاده کنی به خوبی تک تک این فرمانا رو یاد میگیری و میتونی بیای استفاده کنی. خب این تصویر فیل ما توی این قسمته. حالا برای ادامه من نیاز به تصویر پروانه‌مون دارم بچه‌ها، پس مجدداً برمیگردم توی این قسمت و تصاویر پروانه‌ای که داشتیم و استفاده میکنم. این تصویر بال پروانه ما خیلی زیباه، اما یه مقدار به نظرم فلوه، یه مقدار به نظرم ماته. یه دو مرتبه برمیگردم عقب‌تر ببینم که تصویر پروانه بهتری رو میتونم پیدا کنم. حالا این تصویره هست، تصویرهای قبلی هم که
گذاشتیم بود و میتونیم از اینا استفاده کنیم. ولی خب میگم اون تصویره به نظرم یه مقدار فلو بود، مات بود. این یکی تصویره رو هم بیام باز کنم ببینم که به چه شکل. حالا میتونیم هم خیلی سخت نگیریم، همون تصویری رو که اومدیم باز کردیم و کیفیت مطلوبی داشت و با استفاده کردن از فرمان کاپی به سادگی بیام کاپیش کنم. زمانی که من اومدم کاپیش کردم با زدن کلید کنترل بی میام اینجا پیستش میکنم و موضوع رو برای اینکه کیفیتش در واقع افت نکنه تبدیلش میکنم به اسمارت آبجکت. الان که به اسمارت آبجکت تبدیلش کردم با دبل کلیک کردن روی این قسمت میام قسمت‌های اضافی این تصویر رو حذف میکنم. همه ای ما میدونیم که این رنگ سفیدی که اینجا وجود داره در واقع ما بهش نیاز نداریم، پس من میتونم بیام این رنگ سفید رو الان حذفش کنم. شاید بد نباشه که من گزینه تولرانس و این قسمت کمی بالاتر ببرم، خب به دلیل اینکه این کامل دیگه سفید و یه رنگ دیگه است، کامل میتونه انتخابش کنه، یه مقدار دقت من توی انتخاب بالا بره. ولی این احتمال هم وجود داره که الان ما نتونیم اون خروجی رو که باید برای انتخاب کردنمون بگیریم. با فعال کردن فرمان مارکر تول این محدوده رو مجددا به حالت انتخاب میام اضافه میکنم، پس کلید شیفت رو میگیرم و این محدوده رو اضافه میکنم. حالا با تعریف کردن یه دونه ماسک و اینورت کردن این موضوع کار خودم رو ادامه میدم. همینجا فعلا میام یه دونه سالید کالور رنگ مشکی به کار اضافه میکنم که بتونم اینجا لبه های کارم رو ببینم، ببینم لبه های کار من چجوریه. میبینید یه مقدار لبه های سفیده، ما باید این لبه های سفید رنگ رو اصلاحش کنیم. فعلا شاید من نظر راجع به اصلاح کردنش نداشته باشم، یا حتی بذار ببینم که میتونیم هم الان بیایم اضافهش کنیم. یه مقدار به کار فدر میدم که لبه های کار بیاد محو کنه. زمانی که روی ماسک من بیام کلیک کنم و فدر بدم لبه های کار محو میشه، اما همونجور که دیدیم خروجی خوبی رو به من نداده. لبه های سمت راستش درسته تقریبا، لبه های سمت چپیش هم بچه ها درسته، مشکلی نباید داشته باشه. شاید برای انتخاب کردن در واقع این موضوع زمانی که این محدوده به حالت انتخاب بود، یعنی با گرفتن کنترل وقتی که من داخل این کلیک کردم که مجددا به حالت انتخاب در اومد، ماسک اینجا رو من بیام حذف کنم و با استفاده کردن از سلکت اند ماسک این قسمت بیام یه مقدار روی این شروع کنم ویرایش کردن. مثلا ویرایش هایی که من میتونم انجام بدم و بچه ها به نظرم سلکتش خوب بود، خب حالا اشکال نداره، میتونم از گزینه شیفت اج بیام استفاده کنم. با استفاده کردن از شیفت اج لبه ها رو یک مقدار خیلی کم من میتونم بیام جا به جا کنم، یا حتی بذار ببینم که اگر من بیام گزینه اسموس اینجا رو تغییر بدم، من رو یه مقدار لبه هاشو بیام اسموس تر کنم، فکر میکنم که خروجی بهتری رو به ما خواهد داد. شاید یک فدر یک واحد هم براش تعریف کنیم و با شرایط جدید اوکیش کنیم. الان که من ماسک رو تعریف کردم این خروجی رو بهم میده، نیازی به بک‌گراند مشکی ندارم، کارو تا همینجا داشته باشم، ببندم و فایل پی اس بی مو بیام اینجوری ذخیرش کنم. این شد پروانه من. با راست کلیک کردن روی این باترفلای اینجا روی گزینه نیو اسمارت آبجکت بیا کپی این قسمت کلیک میکنم که یک کپی بیاد به من بده و میام این قسمت هم کلمه باترفلای رو اینجا مینویسم و این قسمت هم کلمه الیفنت رو اینجا مینویسم که بدونم هر کدوم از چه قرار هست. بک‌گراندم هم میام حذفش میکنم و فعلا یه دونه گرادینت یا شیب رنگ رو برای بک‌گراند در نظر میگیرم. شاید شیب رنگ رو که من میخوام در نظر بگیرم متشکل از رنگ هایی مثل مثلا همین رنگ برای من باشه و یک رنگ روشن‌ترم میخوایم مثل مثلا این یکی رنگ، یا حتی اگه که من بیام برایتنسش رو یه مقدار بالاتر هم ببرم و یه مقدارم ببرمش به سمت رنگ سفید، این یکی رو بتونه به من بده. فعلا با این شرایط بک‌گراندمون هم میسازیم. این شد از توی ادامه کار کپی اون باترفلایه رو فعلا میام اینجوری خاموشش میکنم و روی این یکی ویرایش هامو انجام میدم.
اگر بک‌گراندم هم داره اذیت میکنه، فعلا میتونم یه رنگ سالید سفید بذارم تا بعد در انتهای پروژه روی بک‌گراندم کار کنم، و برای اینکه این دو تا لایه انتخاب نشه فعلا میام لاکش میکنم. من نصف این پروانه رو فعلا بیشتر نیاز ندارم. پس کاری که من میتونم انجام بدم مجددم با انتخاب کردن همین مجموعه، من میتونم بیام دقیقا نصف این رو اینجوری بیام انتخاب کنم. خب بذار این تیکر رو بیام ازش کم کنم. خب الان که من این تیکر رو کم کردم و شاید یک بخش دیگه رو بیام بهش اضافه که نمیخواد، همینجوری بذاریمش باشه، یه مقدار حرکتش بدم سمت راست و این تیکر رو بیام از این حذف کنم. پس لایه مربوط به ماسک رو بیام انتخاب کنم و با استفاده کردن از رنگ مشکی این کار رو انجام بدم. اوپاسیتی براش هم کم بود، اومد با اوپاسیتی کم این کار انجام داد، پس من نصف این اومدم نگه داشتم، اوکیش کنم بره. به نظر خوب میاد. با زدن کنترل سی و نگه داشتن کلید آلت ابعاد اینو میام کمی کوچک میکنم. فرض رو بر این میذاریم که بخوایم اینجا قرار بگیره برای ما. خب توی ادامه کاری که من باید انجام بدم، لایه مربوط به باترفلای بیام خاموش کنم، با استفاده کردن از ابزار پن تول من به سادگی این محدوده رو بیام اینجوری به حالت انتخاب در بیارم. ابزار پن تول درست مثل فرمان لاین 3D Max میمونی، یعنی همونجور که با کلیک و درگ گوشه های کرو و نرم و ما میومدیم به دست میووردیم، اینجا هم دقیقا همینه. شاید نیاز نباشه که ما اینقدر دقیق بخوایم این کار رو انجام بدیم، یعنی اینکه اگر یک ذره جایی خطا هم داشته باشیم چه اشکالی نداره. پس سعی کنیم با تعداد نقاط کم به جواب نهایی برسیم، یک مقدار حالا عقب جلوتر هیچ مشکلی رو برای ما ایجاد نخواهد کرد. پس من بیام توی این قسمت اینجا هارم بیام انتخاب کنم، اینجا هارم بیام انتخاب کنم و این یکی که روشن بود تا اینجا بود. خیلی خوب، از اینجا به بعدش دیگه برای ما مهم نیست تا این مجموعه. زمانی که این محدوده رو اومدیم انتخاب کردیم، من میتونم بیام با راست کلیک کردن و استفاده کردن از میک سلکشن و یه دونه فدر یک واحد که لبها رو بیاد اسپوس کنه، بیام خیلی ساده یه دونه ماسک تعریف کنم و با زدن کنترل آی به سادگی بیام به 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 این بالای پروانه رو برای گوشای این در نظر بگیرم. اگر که احساس میکنی این بزرگه و تو میخوای بیای کوچکترش کنی، هیچ ایرادی نداره، چون این محدوده رو در حالت انتخاب ما داشتیم مجددن. من کنترل زد زدم برگشتم عقبتر و میام این بالای مربوط به پروانه رو میتونم بیام کوچکترش کنم. یا صبر کن من ببینمش. فکر میکنم که براش مناسب باشه. خب این فیل با این جسه بخواد بپره براش مناسبه. این شاخک پروانه‌مونم، خب بعد میام یه کوچولوش دار کنم، کوچیکش کنم، ها اصلا پاکش کنم، نمیخوایمش. درست شو توی ادامه کار ما همین گوشی که این ور داریم و اون ورم بعد داشته باشیم. پس یه دونه کپی ازش میگیرم، میچرخونمش، برش میدارم و اینو مثلا اینجا قرارش میدم. توی مرحله بعدی برای اینکه این درست سر جاش قرار بگیره، ماسکشو بیام اینجا خاموش کنم، با استفاده کردن از ابزار پن تول مجددا این تیکر رو میام انتخاب میکنم. یه ذره عقب جلوتر، اصلا نگرانش نمیخواد باشی، خود فیلینگ بعد بدنش نگاه کن زبری داره که حالا یه ذره عقب جلوتر هیچ مشکلی برای این پیش نمیاد. پس سعی میکنی خیلی آزادانه، خیلی رها اینا رو انتخاب کردن، البته نه اونقدر رها که دیگه تابلو بشه، خب ولی خب اونقدر هم دیگه نیازی نیست شاید ریز بخوای به قضیه نگاه کنی. من فکر میکنم تا همین تیکم زیاد انتخاب کردیم که درسته، مجددن این تیکر میام به حالت انتخاب در میارم به وسیله میک سلکشن و فدر یک واحد، به به به، میام یه دونه ماسک برای این در نظر میگیرم، تموم شد رفت. پس تا الان ما تونستیم برای این فیلمون گوشاشو به صورت بال پروانه در بیاریم. حالا چه کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم؟ علل حساب این دوتا رو من بیام خاموش کنم. این رنگ سفیدی که این قسمت داریم و یه تیکه‌هاشو شاید بخوایم انتخاب کنیم و تغییر بدیم. یا حتی من میتونم بیام روی بک‌گراندم به یه شکل دیگه هم کار کنم. یعنی اینکه بیام یک
آسمونی رو از بالا بذارم که قسمت پایینش اینجاها برای ما به صورت محو در بیاد، یا اینکه من میتونم بیام این محدوده ها رو یه خورده دقیق‌تر انتخاب کنم. ولی وقتی که من بخوام این محدوده ها رو انتخاب کنم، شاید یه گوشه هایی رو مثل اینجا اشتباه انتخاب کنه. زمانی که این محدوده رو با ماجیک بند انتخاب کردم، با زدن کلید کیو من میتونم بیام با استفاده کردن از ابزار براش تول به سادگی این تیکه ها رو براش بزنم تا به محدوده های انتخاب من اضافه بشه. خب اما دارم به این فکر میکنم که این کار رو آیا الان انجام بدیم. حالا میشه الانم انجامش داد، ولی خب باید یه مقدار این گوشه ها این لبه ها رو باید یه کوچولو دقیق تر بیاییم اصلاحش کنیم. پس شاید ما این کار رو بتونیم به بعدن هم موکولش کنیم. خیلی خب، پس فعلا کاری با این نداشته باشیم، برگردیم سراغ گوشه ها. به نظر خروجی خوبی میاد تا اینجا، این شده. دقت کنیم پایین این قسمت و اینجاها یه خورده تیره تره به خاطر زاویه تابش نور. الان ما باید بیاییم این قسمت های پایین رو یه مقدار باید بیاییم شاید تغییرش بدیم. درسته؟ من فکر میکنم این فیل ما یه مقدار با پرواز کردن با این گوش ها مشکل داشته باشه. شاید بد نباشه که بالای پروانمون رو بیاییم دوپل کنیم. یعنی من یه دونه کاپی از روی این بردادم رو خودش قرار بدم. وقتی کاپی رو برداشتم بیام اینجوری ماسکش رو پاک کنم، یه دونه کنترل تی بزنم و یه کوچولو بیام اینو کوچکترش کنم، زاویه‌اش رو شاید بیام یه مقدار بچرخونم. خب زاویه‌اش رو بیام یه مقدار بچرخونم، حالا یا به این ور یا به بالا که فکر نکنم، و از این بالای کوچیکش هم بیایم کمک بگیریم. فقط کافیه که این محدوده رو به حالت انتخاب در بیارم، یه دونه ماسک براش تعریف کنم. بله، پس ما اومدیم بالش رو اینجوری دوبل کردیم دیگه. خب برای این یکی هم دوباره یه دونه کنترل جی زدم که یه دونه کافی بگیرم، ابعادش رو میتونم بیام کوچک کنم، این یکی رو بیام یه مقدار مثلا بچرخونمش، از این ورش کنم، کج و کلش کنم، دو تا رو مثل هم تعریف نکردیم فعلا. و بعد از اون من بیام این محدوده رو به حالت انتخاب در بیارم و یه دونه ماسک تعریف کنم. مسلمه که این باله رو باله پشت سرش سایه میندازه، این کاملا طبیعیه دیگه. درسته؟ یعنی الان این بال و این بال روی بالای پشت سرش میاد سایه میندازه. پس من میتونم همین محدوده رو به حالت انتخاب در بیارم و به سادگی صرف کن. از یه ترفند دیگه بذار ببینم استفاده کنم یا نه. آره ببین، من میتونم با دبل کلیک کردن روی این قسمت با رفتن به لیر استایل یه دونه دراپ شادو بهش بدم. وقتی دراپ شادو بهش بدم ببینی سایه رو میاد برام چیکار میکنه؟ اینجا میندازه. این میشه سایه ای من. درسته؟ سایه میاد این قسمت میفته. پس ما یک سایه در واقع داریم اینجا اضافه میکنیم. سایه ای رو که من اومدم اضافه کردم و اوپاسیتیشو میام کم میکنم، بعد میام سایز منبع نور رو بزرگ میکنم که این مقدار به صورت سوس و نرم در بیاد، دیستنسشو میتونم بیام نزدیکتر کنم، اوپاسیتیشم میذارم روی همین مقدار یا شاید هم یه مقدار بیشتر باشه الان، و اینکه بذار ببینیم بذاریمش اینجا یا اینجا بسته به زاویه نورمون داره. فکر میکنم که بیاد دقیقاً روی خودش، یعنی این حالت برش به وجود بیاد. خیلی خوب، الان که سایه اینو ما اومدیم درست کردیم، حس فاصله این باله با باله پشت سرش دیده میشه. فقط نیازه که این تیکه بالاشو یه مقدار اصلاح کنیم. یعنی چی؟ یعنی دوباره من دراپ شادو رو انتخاب کنم و یه کوچولویی رو بیام. آها فکر میکنم که الان دیگه باید آره مناسب تر باشه. حالا من از همین یه کاپی برمیدارم، خب، و برای این یکی هم میام تعریف میکنم. این یکی هم شد مثل قبل. این مرحله یه من توی ادامه یه کارمون، کاری که ما باید بیایم انجام بدیم این قسمت های پایینش رو گفتم میخوام بیام تیره تر کنم. پس کاری که من میام انجام میدم، با گرفتن کلید کنترل به سادگی این محدوده رو انتخاب میکنم و به وسیله فرمان براش تول و رنگ مشکی این تیکه رو بیام براش بزنم و شاید توی همین لایه این یکی هم بیام براش بزنم. البته توی همین لایه نذارمش، بذار جداش کنم. زمانی که من براش زدم از این محدوده یک کاپی برمیدارم و برای این تعریف میکنم.
با قرار دادن بلندینگ مود یا حالت ترکیبی روی اوورلی و با کم کردن اوپاسیتی، من کاری که انجام میدم یه مقدار اومدم تیره ترش کردم، شاید اوپاسیتی من یه کوچولو بیشتر بشه و توی ادامه یه کارم همین ماسکی رو که من دارم این قسمتاشو میام یه خورده ماسک میذارم و قسمت پایینشو نگاه کنید تیره تر کردم. پس ما این قسمت پایین بالا اومدیم تیره تر کردیم. بال سمت راستی هم باید دقیقاً همین کار رو من انجام بدم، یعنی اینکه من بیام سر وقت بال سمت راستیمو به حالت انتخاب در بیارم و یک لایه جدید رو اینجا خلق کنم، بیام اینجوری تیرش کنم، این محدوده رو انتخاب کنم و به عنوان ماسک تعریف کنم. با قرار دادنش روی حالت سافت لایت، نه همون اوورلی یا نه میذارمش سافت لایت هم خوبه، اوپاسیتیشو میام اینجوری کم میکنم، با استفاده کردن از براش قسمت های پایین اینو میام اینجوری براش میزنم. خیلی خوب داره کار قشنگتر میشه. لایه همونو باید یه مقدار تر و تمیزتر کنیم. مثلا اسم اینو من بذارم شادو. خب اسم این یکی هم بذاریمش مثلا شادو، یکیش میتونه شادو رایت، یکی میتونه شادو لفت باشه. این شادوها برای لایه های زیری هم قاعدتا باید تعریف بشه، یعنی مجددن همین کار من برای این قسمت هم باید انتخاب کنم، وقتی که این تیکر رو گرفتم بیام بهش ماسک بدم و زمانی که من ماسک اومدم دادم با قرار دادنش روی گزینه سافت لایت با کم کردن اوپاسیتیش، مثلا قرار دادن اوپاسیتیش روی حدود 40%، من بیام به سادگی مابقی اینو بیام اینجوری براش بزنم. خب صبر کن ببینم که اینو من انتخابش کنم و آره این تیکه ها رو میام شروع کنم کم کردن. دقت کن قسمت های بالاشو من اینجاشو کم کردم، پایینشو گذاشتم باشه، شاید پایینش هم یه براش خیلی ریز بزنم، مجددن بعدیم که این یکی باشه انتخاب کنم، یک لایه شادو رو من بیام اینجا ایجاد کنم، شادو که اومدم ایجاد کردم قرارش بدم داخل ماسکی که باید باشه و بعد از اینکه ماسک رو اومدم تعریف کردم و بیام قرارش بدم روی گزینه سافت لایت و اوپاسیتی مربوط به اینو میتونم بیام کمش کنم و قسمت های زیادی یعنی بالای اینو بیام کم کنم و این پایین هم بیام اینجوری کنتراست بذارم. تا اینجا شد این هست. خیلی هم خوب. مجددن قشنگ من اینا رو میام شادوها رو تفکیک کنم که بفهمم هر کدومشون مربوط به کدوم هست. خب یعنی الان این یکی و این یکی قاعدتا میاد توی یه دونه گروه، درسته؟ این یکی و این یکی هم میشه توی یه دونه گروه. خب خب اینا هر کدومش چی هست؟ وینگز هست دیگه، درسته؟ مثلا این وینگز نمیدونم یک یا وینگز نمیدونم خالی، این یکی یه دونه وینگز مثلا دو، درسته؟ دوباره این دوتا رو توی یه دونه گروه من بذارم، این یکی میتونه باشه همون وینگز خالی و این دوتا رو توی یه دونه گروه بذاریمش که این یکی هم میشه وینگز دو، درست شد؟ حالا این مربوط بود به در واقع سمت راست که میتونه باشه وینگز مثلا رایت و این یکی مربوط به سمت چپ بود که میتونه باشه به اسم وینگز لفت. خب آها اینجوری یه مقدار مرتب تر شد. برای هر کدوم هم یک رنگ در نظر میگیریم و کار خودمونم ادامه میدیم. چقدر قشنگ شد فیل ما. آن اصلا فیلو این شکلی بعد میساختیمش. خب حالا این بالاها رو اگه من بیام بلندینگ مودشو بذارمش روی مولتیپلای یا اسکرین یا حتی اینجا بذار ببینم که از چه بلندینگ مود اینجا میتونیم استفاده کنیم امتحان میکنیم. خب نظری ندارم، اگه رو مولتیپلای بذارم میاد قسمت های روشن رو حذف میکنه و تیره ها رو برای ما نگه میداره، پس اینو بهمون میده. اگه رو اسکرین باشه عکس مولتیپلای اول میکنه، اوورلی و این زیر مجموعه هاش خاکستری ها رو حذف میکنه و این پایینی ها رو هم نمیخوام. شاید بذارمش روی مولتیپلای. خب آره شاید بذاریمش روی مولتیپلای و باله زیری رو هم میتونیم روی مولتیپلای قرار بدیم و یا نه بذاریم همون باشه فعلا. این یکی باله سمت چپی رو هم دقیقاً همین کارش میکنیم، بلندینگ مودش رو روی مولتیپلای میذاریم. خب اینم از این یکی به نظر که خوب بیاد. خب توی ادامه یه کاری که باید انجام بدیم اینا فکر کنم برای همون سایه هامون بود که اینجا به وجود اومده. پس من دوباره یه دونه ماسک رو تعریف میکنم براش
با استفاده کردن از براش تول ببینم مربوط به این یکیه. آره بیام اینجوری قشنگ براشش بذارم این تیکه ها رو حذفشون کنم. خب این از این یکی و برای پایینی هم بچه ها به همین صورت. این یکی هم من بیام براش بذارم و حذفش کنم. زیادی انتخاب کردم؟ نه درسته. خیلی خب پس من این دوتا رو اومدم اینجوری براششون زدم و حذفشون کردم. اینم از این تا این مرحله. ببین چه قشنگ شد. وقت اون رسیده که بریم سر وقت بک‌گراندمون رو برای بک‌گراندمون هم یه مقدار کار کنیم. اول بذار من یه تست بگیرم. نه دوستش ندارم، نمیخوام. فعلا بیام اینا رو من هایدشون کنم. روی بک‌گراندمون هم یه مقدار بیایم کار کنیم و بک‌گراندمون هم نیاز به اصلاح داره. من این محدوده رو بیام انتخاب کنم، امتحان میکنم، از کویک سلکت هم میام استفاده میکنم، ببینم با استفاده کردن از ابزار کویک سلکت این محدوده رو چجوری برای ما انتخاب میکنه. شاید کویک سلکت یه مقدار به انتخاب ما کمک کنه که اینطور نبود، ترجیح میدیم از همون ماجیک بند بیایم استفاده کنیم. پس من مجددا میام کلیک کنم و این تیکر رو کلیک کنم و با استفاده کردن از فرمان ماسک به سادگی یه دونه ماسک فعلا به این بدم. به وسیله فرمان پنتول کاری که من انجام میدم این تیکه ها رو شاید خیلی سریع بیام اینجوری انتخابشون کنم. خب با پنتول دارم انتخاب میکنم فعلا. این تیکه ها رو بیام اینجوری انتخابشون کنم، بفهمم که کجاها باید به حالت انتخاب در بیاد و کجاها نیاز نداره. شاید نیاز نباشه که اینقدر دقیق بخواییم ریز بشیم و تعداد نقاط رو بالا ببریم. با بالا رفتن تعداد نقاط خروجی شما بهتر نخواهد شد. هرچی تعداد نقاط شما کمتر باشه خروجی بهتری خواهید داشت. وقتی تعداد نقاط شما زیاد باشه بالا و پایینیاش زیاد میشه، پس خروجی نامطلوبی رو ممکنه بیاد به شما بده. الان این قسمت ها رو که من بیام انتخاب کنم دیگه ما بعدش رو میذاریم به عهده خودتون، برید توی خونه انتخابش کنید. خب پس ما بیایم این تیکه ها رو این شکلی، اینجا اینم این شکلی و این قسمت رو اینجا و اینجا و دقیقا هم بهتون گفتم دیگه مثل فرمان لاین نرم افزار 3D Max میمونه. بچه هایی که دوره 3D Max ما رو گذاردن دیگه قطعا توی انتخاب این موضوعات راحت هستن. شاید یک فدر یک واحد هم براش تعریف کنیم و این تیکه ها رو هم بیایم به 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 براش بزنیم. حالا که این قسمت رو اومدیم انتخاب کردیم، میام به سادگی یه دونه ماسک میدم و ماسکم رو طبیعتاً باید اینورتش کنم یا در واقع برعکسش کنم و به کلش هم یه دونه فدر یک واحد میتونم بدم یا حتی فدر رو نمیخوام. خب فعلا فدر رو من احتیاج ندارم. برای بک‌گراند و پس زمینم میتونم بیام از همین تصویری که اینجا اومدم استفاده کردم استفاده کنم، یعنی همین رنگی سالیدی رو که گذاشتم اینجا بیام بذارم، یا میتونم خیلی ساده بیام یه جستجوی ساده انجام بدم و از تصاویر موجود توی اینترنت به عنوان یه دونه بک‌گراند یا پس زمینه استفاده کنم. خب آسمونا رو من داشتم اینجا نگاه میکردم، شاید آسمون به درد بخوری پیدا نکنیم اینجا، ولی خب دوست دارم امتحانشون کنم. خب خواهم امتحان کنم ببینم چه خبر میشه اینجا. یه تصویر رو میام قرار میدم این قسمت و تصویری که میذاشتم اینجا میذارمش اینجا به عنوان یه پس زمینه. به نظر که بد نمیاد ها، فکر میکنم که آره باید خوب باشه و ما باقی اینو میتونم از همون گرادینت کالرم بیام استفاده کنم، یعنی اینکه من بیام گرادینت کالری که اینجا داشتم و تعریف کنم بگم آقا جان مثلا این رنگش باشه اینجا و این یک رنگش هم باشه این قسمت و این گرادینت هم بیاد ریورسش کنه. فکر میکنم که باید بتونه به ما کمک کنه. یه مقدار من بیام اینو حرکتش بدم بذارمش اینجا، لبه های تصویرمو که برای بک‌گراندم گذاشتم انتخاب کنم و یه مقدار به 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 براش بزنم، بی نظر میاد که خوب میشه. حالا توی ادامه یه کار دیگه ای که میخواییم انجام بدیم یه مقدار صحنه‌مون رو میخواییم جذاب‌تر کنیم. چجوری؟ پروانه ای رو که کپی گرفتم و برمیدم دوباره از اینجا نصفش میکنم، البته یه مقدار نصفم رو بذارمش این ورتر و زمانی که اومدم این تیکر رو نصفش کردم با استفاده کردن از ابزار براش تول این تیکر رو بیام حذفش کنم. خب سیوش کنم تا اینجا. میام خیلی ساده با زدن کنترل تی اینو میچرخونمش یا تا اول بذار صاف باشه، کوچیکش کنم من
کوچیکش کنم من، بذارمش اینجا. خب و الان که گذاشتمش اینجا، این پروانه ای من میخوام در حال پرواز باشه. خب اصلا یه دونه بذاریمش اینجا روی این بشینه. خب آره اینجوری فیل ما خیلی همچنین ملوستر به نظر میاد. خب یه مقدار کوچیکش کنیم، یه دونه روی این بخوایم اینجوری بنشونیمش. طبیعتاً وقتی که میشینه اینجا یه دونه سایه باید ایجاد کنه، پس من میام به سادگی یه دونه سایه رو براش اینجا میسازم. خب و سایه طبیعتاً وقتی که ساخته میشه باید چه اتفاقی بیفته؟ بیفته اینجوری روی این قسمتش، خب این شکلی مثلا باشه. به 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 و یه مقدارم اوپاسیتیشو میایم کم میکنیم و که قشنگ مشخص باشه که این نشسته اینجا. یه مقدارم نیاز داره که از هم دیگه بپاشه، البته خیلی کم خیلی کم خیلی کم، و شاید یه مقدار سایم اینجوری تیره تر باشه. و این میتونه اولین پروانه ای ما باشه که روی در واقع این قسمت نشسته، خیلی آروم و متین. البته پروانه وقتی که نشسته دو تا بال داره، این شکلی نیست. قاعدتاً یه دونه بال دیگه هم ما بعد از این بذاریم. من بیام اینجا یه کاپی از این بردارم، کاپی رو که برداشتم این شکلیش کنم. آها خیلی خب اینجوری شد به همین سادگی. پس الان پروانه من این قسمت نشسته. یه پروانه دیگه میخوام بذاریم اینجا، خب مثلا رو این قسمت این بیا بشینه، ها رو پشت این بیاد اینجوری سوار شه. دوباره اینی که گذاشتمش اینجا، قاعدتا نیاز دارم بچرخونمش، وقتی که چرخوندمش بنشونمش اینجا، یه دونه شادو براش بیام اینجا ایجاد کنم. لایه ها باید حتما اسم گذاری باشن، مثل من نباید کار کنید، باید حتما اسم گذاری باشن، اینا خیلی مهمه. اینو من یه کوچولو میخوام بذارمش پایین تر و شادوی رو که اضافه کردم اینجا برش دارم و اینو مثلا این شکلی اینجا قرارش بدم. یه مقدارم بیام با استفاده کردن از گوشن لباشو اینجوری بپاشونمش و اوپاسیتی رو کمترش کنم و با استفاده کردن از فرمان ماسک قسمت اضافه سایه رو بیام حذفش کنم. خب به نظر که همه چیز خیلی خوب میاد جز نامگذاریامون. خب پس من نامگذاریامونم دیگه درست کنم. خودتونم برید اینا رو قشنگ گروه بندی کنید. خب این بی افی که میذارمش اینجا یا بی خالی که میذارم بذار بنویسمش. خب این باترفلایی که می‌نویسیم همون پروانه است. خب و بیام بذارمش اینجا، اینم باترفلایی دوباره، اینم یه دونه پروانه است. خب شاید بد نباشه یه چند تا از این پروانه ها رو هم تو هوا بپرونیمشون که پرواز کنن، ها اونم به نظرم باید خوب باشه. پس مجددن یکی از اینا میام کاپی میگیرم، کاپی رو که گرفتم میذارمش یه جا تو آسمون. خیلی خوب این دفعه روشو میخوام از این ور کنم. خیلی خوب پروانه وقت میپره اول دو تا بال داره، پس من بیام اینجا یه بال دیگه هم برای این اضافه کنم. خب به این چه حتی میتونم بیام این یکی رو بازش کنم، این یکی هم که گذاشتم اینجا قشنگ بازش کنم. این پروانه نگاه کن داره میپره، وقتی که میپره دیگه ته این دومش که نمیپره بالا، پس باید چی بشه؟ حذف بشه. پس من میام این تیکه هاشم حذف میکنم و فوق‌العاده شد. چقدر قشنگ شدن اینا. و حالا جفتشون رو با هم مرج کنم و حالا من میتونم بیام الان اینجا این پروانه بخوام بالا شروع کنه اینجوری پریدن، تکون خوردن. قاعدتا باید موشنش بدم. وقتی که میخوام موشنش بدم شاید بد نباشه که من بیام مجددا این دوتا لایه ای رو که مرج کردم تبدیلش کنم به سمارت آبجکت و با استفاده کردن از موشن به سادگی یه مقدار حرکتش بدم، ها به این شکل. و زمانی که اومدم حرکتش دادم با استفاده کردن از این ماسکی که وجود داره تعریف کنم، بگم آقا جان این باله اینجاها و اینجاها مثلا موشنش بیشتره. خب و بذار ببینم که اینجاها و اینجاها موشنش بیشتره، شاید این تیکه ها رو بیام یه خورده کمترش کنیم، دوباره من براشم برگردونم و به این شکل خیلی ساده، ها یه مقدارم اوپاسیتیشو میتونم بیام کم کنم. وقتی که در حال پریدن از یک پروانه شما دارید عکس میگیرید قاعدتا اینجوری حرکت میکنه. خب و چون با ما فاصله داره، آره خیلی خوب این شده است. یادش گرفتین چی شد؟
توی ادامه یه کار یه مقدار اینو میخوام کوچکترش کنم و بعد اینم هست، شاید یه پروانه دیگر هم ما بیاییم بذاریمش تو این نقطه و حالا هزاران نقطه دیگه وجود داره. پس همونجوری که میبینید یه دونه فیل امکان پرواز کردن رو پیدا کرد به همین سادگی. این یکی رو هم بذاریمش داخل یه دونه گروه ها، اسم باترفلای رو بیاییم اینجا براش بذاریم به عنوان پروانه و یه مقدارم بریم سراغ بک کارمون، اینا رو هم بذاریمشون داخل یه دونه گروه ها به اسم بک‌گراند. حالا شاید بد نباشه که من بیام یه خورد فیلمون رو رنگیش کنیم ها، فیل رنگی به نظرم خوشگلتره، موافقی؟ من بیام اینجا سرچ کنم color mask، خب ببینم که چه ماسکایی به هم میده. البته قبلش نیاز دارم که گوگل رو بیام باز کنم، خب و بعد از اینکه سرچ کردم بنویسم colored، اصلا ماسک هم نمیخوایم، ببینیم چه رنگایی رو میاد بهمون میده. ها به نظر که بد نمیاد خب، ولی من میخوام یه حالت براش مانند باشه، پس به گوگل میگم که بگرد یه چیز براش شده رو ها این شکلی برام پیدا کن. همین تصویره رو با پرینت اسکرین با همین کیفیت پایین برش میدارم، یه کنترل وی میزنم اینجا برش میدارم و بعد از اون میام تعریف میکنم آقا جان این تیکر رو بیا برای من یه کنترل سی و کنترل وی بزن انتخابش کن. و وقتی که من بلندینگ مود اینو مثلا روی مولتیپلای قرار بدم اینجوری خط خطی میشه فیلمون. شاید خط خطیش هم بیاریمش به سمت پایین و یه مقدار اینجوری بکشیمش و خیلی خوب ببین قشنگ رو فیله نشست. حالا اوپاسیتیشو میتونم اینجا کم و زیاد کنم و یه خورده فیلمون هم اینجوری اومدیم رنگیش کردیم. یکی رنگ برداشته روی این فیله زده. شاید هم بیام از حالت وارپ استفاده کنم و یه مقدار اینجوری بازی کنم و این تیکه هاشو قشنگ بگیرم بذارم اینجا، اینم بذارم اینجا، حالا اوپاسیتی رو یه مقدار بالاتر ببرم. از بلندینگ مودای دیگه هم میتونیم استفاده کنیم، ولی خب داری میبینی دیگه مثلا سافت لایت یا اوورلی بذاریم، از اوورلی هم بچه‌ها شاید بتونیم استفاده کنیم. اوورلی شرطش اینه که رنگای سفیدش رو حذف کنیم، ولی خب من فعلا برای راحتی کارم از مولتیپلای یا نمیدونم دارکن دات کالر دات هر کدومش نگاه کنید یه خروجی رو داره به ما میده. خب توی ادامه کارمون شاید کاری که من بخوام انجام بدم بیام اینجا تعریف کنم بگم که آقا جان بیا یه دونه کار لوکاپ به کلش بده، یعنی این که این خروجی که ما داریم و به 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 این شکلیش کن. به نظر که همه چیز خوب میاد جز یه مطلب. توی بک‌گراند کارمون یه ایرادی که من دارم میبینم اینه که بک‌گراند خیلی یک دست شده. من یه دونه بک‌گراند رو میام این شکلی بهش اضافه میکنم، خب یه رنگی و این قسمت بالا رو اینجوری تیره ترش میکنم. شاید بد نباشه که من بیا این کار لوکاپی هم که دادم یه مقدار اوپاسیتیشو کمتر کنم. توی آسمونمونم اگر نیاز به عمق دادن داشته باشیم میتونم یه چند تا پرنده رو که توی آموزش‌های دیگه‌مون قبلا گذاشتم اضافه کنم. اگرم بلندینگ مود این یکی رو مولتیپلای کنیم این اتفاق میفته. همه حالتی رو بچه‌ها باید امتحان کنیم. اگر اوپاسیتیشو بیایم کم کنیم این اتفاق میفته، ولی به نظر میاد که خودش خوب باشه. شاید برای یکم شیرینکاری بیشتر من یه همچین تصویری الان آوردمش، خب خودم هم یادم نیست این کجا بود، ولی خب توی یکی از فایلا بود برش داشتم. خب بیام اینجوری برش دارم من یه مقدار اینجوری بکشمش ها، فیلر رو همچین یه خورده رنگ رنگیش کنیم. حالا با استفاده کردن از ابزار براش تول و فرمان ماسک این تیکه ها رو بیام حذف کنم. قاعدتا اوپاسیتی اینو بالا میبرم و بدون هیچ ترس و واهمه این قسمت هایی رو که نیاز دارم میام اینجوری حذفش میکنم. خب شاید فیلمون اینجوری خوشگل تر هم آره اینجوری عزیزتر شد. با این خورتومش ببین چقدر ناز شد. ببینید بچه‌ها چقدر ساده میشه با فتوشاپ کار کرد. فقط کافیه که شما ادبیات و گفتارتون رو بهش عمل کرد.
این تکنیک‌های کامپوزیتی که من دارم الان بهتون میگم توی دوره‌های پست پرو هم بچه‌ها فوق‌العاده پرکاربرد، یعنی این فیلم لزوماً فیلم مربوط به آموزش فتوشاپ نیست، این فیلم میتونه فیلم آموزش پست پرو هم برای شماها باشه. پس در نتیجه این آموزش ها رو با دقت ببینید بچه ها و از این آموزش ها استفاده کنید. چرا من این موضوع رو اومدم تبدیلش کردم به ایدون سمارت فیلتر رو و بعد اومدم اینجا بهش موشن دادم؟ اینا تمام این چراها رو شما جوابشون رو میتونید داخل آموزش های فوتوشاپ، پست پروداکشن و آموزش های مثل اینا بیاین پیدا کنید. خب و اینکه یه چند تا دونه از این پروانه ها شاید نمیدونم اینجا 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 وقتی که اضافه کنید کار به مراتب خیلی شیرین تر و لذت بخش تر خواهد شد. همین الان هم که داریم میبینیم کار فوق العاده خیلی خوبیه و برای آخر کارم شاید بد نباشه که بیایم یه خورده روی کل کار، یعنی رنگ ها و دیگر جزئیات با استفاده کردن از کامرا را فیلتر بچه ها بیایم ویرایش های رو انجام بدیم. مثلا من بیام تمپرچر کل کار رو یه کوچولو کم و زیاد کنم، یه مقدار شاید به کار اکسپوژر بدم، شاید کنتراست هم رو یه کوچولو تغییر بدم، من هایلایت هم رو یه مقدار بیام تغییر بدم. شما ها مثل من یک ذره پشت سیستم حق ندارید بشنین، کلاریتی هم مثلا بهش بدم این شکلی میشه، نمیخوام. خب یک ضرب حق ندارید بشین پشت سیستم. چرا؟ چون این یک ضرب نشستنه باعث میشه که شما خطاتون زیاد بشه، چشم شما عادت نداره به کار مداوم و دیدن تمامی جزئیات، باید هر 15 دقیقه یک بار، هر 20 دقیقه یک بار از پشت کامپیوترتون بلند شید و مجدد کار رو از عقب ببینید و روی کار دوباره شروع کنید کار کردن. هر پروژه توی یک مرحله نیاز داره که به اتمام برسه. شما حق ندارین که پروژه رو همینجوری بخواین ادامهش بدین و فکر کنید هرچی بیشتر ادامهش بدین کار قوی تر میشه. باید کار شما توی یک مرحله به اتمام برسه و تموم بشه بره. ببینید چقدر خوب شد. از این تصویر ما اینو در آوردیم. تفاوتش رو ببینید چقدر زیاده. خیلی عزیز شد. خسته نباشید. آموزش‌های ما را حتما توی وبسایتمون بچه‌ها دنبال کنین که آموزش‌های فوق‌العاده خوبی هستن. خسته نباشید.